شرایطی که از همه طرف رژیم رو احاطه کرده بسیار خطرناکه و هر روز که میگذره این خطرات بیشتر و متراکمتر میشه. این وضعیت به اشکال مختلف خودش رو در اظهارات مهرها و مطالب رسانه‌های رژیم نشون میده. نگاهی میکنیم به گزیده ای از خبرهایی در این رابطه. فؤاد ایزدی، تلویزیون رژیم، 13 آبان. طرف مقابل میخواد شما رو نابود بکنه، شما باید چیکار بکنید؟ باید قدرتمند بشید، توانمندیاتون رو ارتقا بدید. نباید مسیر رو برید که شما رو ضعیف میکنه. نباید سراغ برجام 2 و 3 برید، چون در نهایت وضعیت رو کشور پیدا خواهد کرد که اگر اون مسیر رو که آمریکا میخواد برای ما پیش بری کنن، اون مسیر رو بریم، نتیجهش اون هدفی هستش که اونها دارن و اون سرنگونی حکومت مردمی هست. سایت استاد نیوز از باند خامنه‌ای، 14 آبان. با اینکه دشمنی آمریکا با انقلاب اسلامی در طول 40 سال گذشته پررنگ‌تر، صریح‌تر و با کینه بیشتر ابراز می‌شود، چرا برخی سیاستمداران، مسئولین و بعضاً دولت‌ها حتی تا سرحد رغبت به سمت این رابطه می‌روند؟ آیا برایشان معلوم نیست که قصد آمریکا در برقراری رابطه قطعاً و حتماً منفعت خواهی برای ایران و ایرانی نیست؟ اگر معلوم است چرا به این سمت می روند؟ و اگر معلوم نیست چرا؟ سایت حکومتی دولت بهار، 14 آبان. چرا عده ای از انقلابیون از قطار انقلاب پیاده شدند؟ چرا عده ای سعی در کمرنگ کردن اقدامات انقلابی دارند؟ چرا عده ای خود را ولی نعمت مردم می دانند و انقلاب را ذخیره ای برای خود و منبعی برای تغذیه خیش؟ و چرا و چرا و چرا و هزاران چرای دیگر؟ امروز متاسفانه خیلی از ارزش‌ها رنگ باخته و خیلی از انقلابیون از انقلاب بریده و خیلی ها هم دلسرد از اعمال از انقلاب بریده ها، خیلی ها هم خود را وارث انقلاب دانسته و هر گونه حق دخل و تصرف در امور مملکت را برای خود و به نام انقلاب محفوظ می دانند. سایت حکومتی جامعه خبر، 15 آبان. از زمان انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی همواره 2 قطبی‌های کاذب در کشور وجود داشته و هزینه های بسیاری را به کشور تحمیل کرده و متاسفانه این 2 قطبی پس از انقلاب هم ادامه یافته است. کریمی قدوسی از بند خامنه‌ای، 14 آبان. وزیر خارجه باید در خصوص نقش رئیس جمهور و نهاوندیان در نفوذ 4 دوتابعیتی به تیم مذاکرات هسته‌ای در صحن مجلس پاسخگو باشد. چه کسی این 4 نفر را به رئیس جمهور برای اعطای مدال قهرمانی به همراه 100 سکه طلا پیشنهاد داده است؟ در این قسمت از برنامه با مسعود پیرنیا همراه میشیم و گزارشی که از روزنامه‌های حکومتی امروز داره. مسعود، سلام میکنم به تو، خواهش میکنم بفرمایید. سلام به تو و سلام به بینندگان عزیز. در صفحات اول روزنامه رژیم روز دوشنبه 15 آبان 96 تیترها و مطالب چشمگیر مربوط به انعکاس پردود و دم پرتاب موشک از یمن به ریاض. کیهان، گزارش کیهان از عملیاتی شدن تهدیدهای یمن، شلیک موشک انصارالله به ریاض، هدف بعدی دبی شرق، شلیک به قلب ریاض. جوان، موشک یمنی در بزم شاهزاده کشی سعودی. ایران، شوک موشک یمن به سعودی ها. اطلاعات جعفری، امکان انتقال موشک به یمن وجود ندارد. در مورد موشک پرونی به ریاض، رژیم یک رویکرد دوگانه رو در پیش گرفته. از یک طرف از زبان مقامات و سرکرده های سپاه دخالت خودش در این ماجرا رو انکار میکنه و از طرف دیگه با دود و دم و رجزخونی اونو در عمل به عهده میگیره. روزنامه وطن امروز در همین رابطه نوشته فرمانده کل سپاه با اشاره به ادعای ترامپ درباره حمله موشک یمن به عربستان و اینکه ایران را عامل این شلیک‌ها نامیده گفت ترامپ سخنان بی حساب، غلط و دروغ زیاد گفته و این نیز یکی از آن تهمت هاست. وی در حاشیه مراسم ختم پدر پاسدار سلیمانی در مصلی تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به ادعای مسئولان آمریکایی درباره مشارکت ایران در اصابت موشک انصارالله یمن به فرودگاه عربستان گفت مگر کسی از آمریکا سوال می‌کند که شما چه چیزی در اختیار عربستان قرار می‌دهید؟
در همین رابطه کیهان خامنه‌ای هم اینطور نوشته: محمد بن سلمان علاوه بر فشار مالی و جنگ قدرت درون خانوادگی، از این پس باید موشک‌های انصارالله را نیز در آسمان عربستان شمارش کند. در ارتباط با تغییر شرایط و عوض شدن اوضاع، شبکه بی بی سی اعلام کرد انصارالله قبلا تهدید کرده بود قلب عربستان سعودی را می‌زند و همین کار را هم انجام داد. در هر صورت الان این انصارالله و انقلابیون یمن هستند که تعیین می‌کنند کجا باید هدف موشک بالستیک دوربرد قرار بگیرد. شاید ریاض، جده، طائف و آرامکو هدف بعدی باشد و یا شاید هم انصارالله سر موشک را به سمت بندر شیشه‌ای تر و تمیز دبی بچرخاند. در هر حال اختیار در دست انقلابیون یمن است که چه بکنند. موضوع دیگه که به خصوص مورد توجه روزنامه‌های باند خامنه‌ای قرار گرفته، بحث تحریم هاست که شاخص اون ادامه کار توتال یا بیرون کشیدن اون از ایرانه و این خودش رو در تیترها و مطالب ضد و نقیض روزنامه‌های هر دو باند خودش رو نشون میده. جوان رئیس توتال: برای سرمایه‌گذاری در ایران منتظر تصمیم آمریکایی‌ها هستیم. ابرار اقتصادی: مقاومت توتال در برابر آمریکا. روزنامه کیهان تحت عنوان توهم شکست شدن سد تحریم یا واقعیت افزایش اهرم‌های فشار آمریکا اینطور می‌نویسد: اندکی تأمل در اظهارات مدیران ارشد توتال درباره روند اجرایی این قرارداد در هفته‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها این ارزیابی و تحلیل مدیران ارشد دولت روحانی درباره قرارداد توتال صحیح نبوده است، بلکه امضای این قرارداد تقویت کننده ساختار تحریم های هوشمند علیه ایران بوده است و عملاً به ضرر کشورمان تمام شده است. تصمیمات توتال درباره پروژه های خود در ایران به شدت متأثر از وضعیت تحریم هاست و در نتیجه لغو قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال در صورت بازگشت احتمالی تحریم ها اصلاً دور از ذهن نیست. در واقع عملاً ایران برای باقی ماندن شرکت های خارجی در اقتصاد کشورمان به شدت وابسته به حفظ برجام به هر قیمتی شده است، به گونه‌ای که حتی در صورت نقض شدید برجام و اثرات اقتصادی آن توسط آمریکا، با وضع تحریم‌های جدیدی مانند قانون کاتسا که از 9 آبان ماه اواسط هفته گذشته اجرایی شد، ایران هیچ واکنش قابل توجهی نشان نمی‌دهد و در مقابل این اقدامات آمریکا دست بسته می‌شود. کیهان در پایان می نویسه: بر این اساس هرچه قراردادهای اقتصادی ایران با کشورهای مشخصی از اروپا بیشتر شود، قدرت اعمال فشار نرم آمریکا نیز افزایش می یابد و عملا ایران راحت تر و بیشتر تحت فشارهای اقتصادی قرار می گیرد. صحبت ترامپ به اروپایی ها که گفت شما با ایران کار کنید و نگران تحریم های آمریکا نباشید، از همین منظر قابل تحلیل است. نگاهی به سایر عناوین روزنامه‌های امروز به دادن تصویری جامع‌تر از اونها کمک می‌کنه. آفتابی است. فرمانده کل سپاه: رفتن سعد حریری خیلی هم بد نشد. ابرار، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: نیازی به ساخت موشک با برد بیش از 2000 کیلومتر نداریم. اقتصاد پویا: افشاگری مسئول کار گروه سامانه پایش. می‌خواهند برای پروژه 60 میلیاردی مناقصه 850 میلیارد تومانی برگزار کنند. ایران: 20 سال زندان برای شرکای زنجانی. قدس: سپرده‌گذاران کاسپیان در انتظار پاسخ رئیس جمهور. همدلی: جان مردم در جیب خودروسازان. خب، رسیدیم به پایان گزارش خودمون از رسانه‌های حکومتی امروز. با تشکر از همراهی شما. خیلی متشکرم مسعود از گزارشی که دادی و تو رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.